بر شما با 180 ثانیه یه پنجشنبه چهارم اردیبهشت ماه همراه ما باشید. سخنگوی وزارت بهداشت ایران از مرگ 90 نفر در 24 ساعت گذشته و همچنین شناسایی 1030 بیمار جدید کووید 19 خبر داد. به این ترتیب کل مبتلایان در این کشور بر اساس آمار رسمی به 87026 نفر و تعداد فوت شدگان به 5481 نفر رسیده است. جهانپور گفته ما فقط آمار موارد شناخته شده و قطعی را اعلام می کنیم و به کسی هم به صورت شخصی جواب نمی دهیم. مرکز پژوهش‌های مجلس قبلا اعلام کرده بود آمار واقعی تعداد افراد جان باخته حدود 2 برابر و آمار مبتلایان بین 8 تا 10 برابر آمار اعلام شده توسط وزارت بهداشت است. وزیر خارجه آمریکا در واکنش به پرتاب ماهواره نظامی سپاه پاسداران آن را یک تهدید علیه ایالات متحده خواند و گفت آنها قول داده بودند که تمام برنامه‌های موشکی و ماهواره‌ایشان اهداف غیر نظامی دارد. شخصی هم که این پرتاب زیر نظارت او انجام گرفته است، ژنرال حاجی زاده، همان کسی است که نیروهایش یک هواپیما را سرنگون کردند و 176 غیر نظامی بیگناه را کشتند. در این حال علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نیز گفته غافلگیری های جدیدی در راه است. او در توییتی نوشت تحریم، تهدید و تطمیع سیاسی نمیتواند حرکت جمهوری اسلامی در مسیر تأمین منافع ملی و حقوق قانونیش را کند نماید. مایک پومپئو با اشاره به ارتباط بین بازار حیوانات وحشی و بیماری هایی با منشأ این حیوانات در چین گفت آمریکا از چین خواسته تا بازار فروش حیوانات وحشی را برای همیشه تعطیل کند. دو مأمور اطلاعاتی سابق دولت سوریه که متهم به جنایت علیه بشریت هستند، امروز در آلمان محاکمه شدند. این اولین جلسه دادگاه در سراسر جهان برای پرونده‌های شکنجه‌های دولتی رژیم بشار اسد است. مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده از حق دفاع مشروع فرماندهان آمریکا در برابر تهدیدات ناشی از اقدامات خطرناک و تحریک‌آمیز قایق‌های ایرانی در خلیج فارس خبر داد. او در گفتگو با فاکس نیوز گفت باید این پیام را صریح به ایرانی‌ها برسانیم که اگر ناوهای ما را تهدید کنند فرماندهان ما حق دفاع مشروع دارند و از این حق استفاده خواهیم کرد.